مردی که فراموشی داره و به دنبال قاتل همسرش میگرده. گلاسیا سلام. امروز میخوام یکی از فیلمایی رو ببینیم که خیلی پیشنهاد دادید، مخصوصا تو برنامه‌ای که برای عید قرار بود بذاریم. یعنی فیلم ممنتو ساخته کریستوفر نولان، عجوبه سینمای جهان. فیلمی که میاد به شکل خیلی عجیبی داستانش روایت میکنه و الان براتون یه توضیح کامل میدم که بتونید قشنگ فیلمو درکش کنید. شخصیت اصلی فیلم ما مردی به اسم لئونارد که از فراموشی حافظه کوتاه مدت رنج میبره. یعنی خودشو میشناسه، اتفاقات مهم زندگیشو به یاد داره، ولی مثلا چند ساعت قبلی خودشو از یاد یهو میبره و هیچ دلیل خاصی هم نداره که چه زمانی اتفاق میفته. برای همین ما توی فیلم یه سری سکانس سیاسفید داریم که پشت سر هم دیگه دارن از اول داستان رو روایت میکنن به جلو و خیلی آروم آروم پیش میرن. علاوه بر اون یه سری سکانس رنگی داریم که دارن داستان رو از آخر به اول روایت میکنن. یعنی سیاه‌سفید آروم آروم داره میاد جلو، رنگ یا یه تیکه اینجا رو نشون میده، یهو میاد عقبتر یه سکانس اینجا رو نشون میده، یه سکانس عقبتر، و یه نقطه هست که این داستان‌های سیاه‌سفید و این داستان‌های رنگی به هم دیگه تداخل پیدا می‌کنن که توی فیلم متوجهش میشید. اینو بعد میگفتم تا بتونید قشنگ درکش کنید. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های قشنگش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلی فیلممون یعنی لئونارد رو میبینیم که تو خونه دور افتاده وایستاده و یه دوربین دستشه و داره از یه جنازه عکس میگیره. عینکی خونی و کلی خون دور بر ریخته و مشخص اتفاق بدی افتاده و یه رفعه فیلم انگاری به صورت برعکس داره پیش میره و اسلحه لئونارد به دستش برمیگرده. سکانس بعد صفحه سیاه‌سفیده و لئونارد رو تو اتاق هتلی میبینیم. اون داره برای ما توضیح میده که هر وقت چشمشو باز میکنه توی اتاق دنبال سرنخ میگرده، یه وقتایی عکس میگیره یا تتوهایی رو بدنش میزنه که همشون چیزهایی هستن که ممکنه از خاطر ببرتشون و اونا رو نگاه میکنه و دوباره به یاد میاره. دوباره صفحه رنگی میشه و به کمی قبلتر از چیزی که اول فیلم دیدیم میریم، جایی که لئونارد از اتاق موتلش خارج میشه. به مسئول موتل میگه که من فراموشی دارم و اگه برگشتم اتاقم به معرفی کن و میپرسه که یه نفر به اسم تری قراره به دیدنم بیاد، اومده یا نه. میره بیرون و تدی رو میبینه، یه مرد عینکی کنار ماشینش وایساده. لئونارد بهش میگه که یه سرنخ خوب پیدا کردم و باید بریم دنبالش. سوار ماشین میشن و کمی بعد به این منطقه مخروبه میرسن. میرن داخل و تدی یکم نگرانه، میگه سرنخ چیه، برچی منو کشوندی اینجا؟ و در همین حال تدی عکسی عجیبش در میاره که از تدی و پشتش نوشته دروغهای اونو باور نکن، همون شخص مورد نظرت خودشه. یه رفعه اصله رو روی تدی میکشه و میردادش زمین. تدی داد بزنه من بیگناهم، اما لئونارد میگه تو حتی اسمتم بهم دروغ گفتی و همه چیو میدونم. بعدم بی توجه به التماسهای تدی یه رفعه اصله رو شلیک میکنه. میریم به کمی عقبتر. لئونارد چشماشو باز میکنه و توی دستشویی و تازه متوجه تتوهای دستش میشه و هیچی به خاطر نداره. یه بسته هم کنارش که نوشته از طرف ناتالی برای لئونارد که خب نمیدونه چیه. میاد بیرون با استفاده از سویچ ماشینی که برای خودش رو پیدا میکنه و به آدرسی که محل زندگی فعلیشه میرسه. خودشو به اونجا میرسونه و همون موتلی هست که اول فیلم هم دیدیم. با راهنمایی اون میره داخل اتاقش و بسته که همراهش رو باز میکنه و توی اون عکسی از تدیه، همون مرد عینکی که دیدیم. فهم اسم واقعی تدی جان ادوارد گارمل بوده و شماره پلاک ماشینش هم اونجا نوشته شده. حالا لباسشو در میاره و میبینیم بدنش پر از تتو. هر کدوم یه نشونه از آدمی هست که دنبالش میگرده و روی سینه‌اش نوشته شده یه نفر همسر تو رو به شکل وحشیانه مورد آزار جنسی قرار داد و اون رو به قتل رسوند. خب حالا میفهمیم که هدف لئونارد از این کارا چیه و کلا دنبال چه کسی میگرده و الانم که فهمیده تدی دروغ میگه و برای چی اونو برده و جونشو گرفته. البته که سرنخ‌های دیگه‌ای هم رو بدنش هست، مثلا کسی که دنبالش میگرده یه مرد سفید پوسته و شماره پلاکش هم روی بدنش هک کرده که میبینه با همین شماره پلاک جان ادوارد گارمل شباهت کامل داره. علاوه بر این تا الان فهمیده که اسم اون طرف باید جیمز باشه و فامیلیش هم با جی شروع میشه. خب فهمیدیم که اسم واقعی تدی جیمز ادوارد گارمل بوده و دیگه همه چی شبیه و برای همینم هم میره سراغش. یه رفعه‌ای هم تلفن زنگ میخوره و مسئول موتل میگه که دوستت ادی اومده به دیدنت، که خب بقیه‌اش هم همون سکانس قبلی بود که دیدیم. سکانس بعد دوباره سیاه‌سفید میشه و میبینیم که لئونارد حالا توی اتاقش داره با تلفن صحبت میکنه. به یه نفر میگه که با مشکلات ذهنی که دارم خیلی سخته، خیلی هم میخوان ازم سوء استفاده بکنن و یکم توضیح میده که چه جوری داره با زندگیش کنار میاد. دوباره صفحه رنگی میشه و لئونارد رو میبینیم که سوار ماشینشه و جلوی جایی وایمیست. این همون رستورانی هست که دفعه قبل تو دستشویی چشماشو باز کرده بود. میره داخل و دختری به اسم ناتالی منتظرشه، همونی که بهش بسته رو داده بود. میفهمیم لئونارد یه لطفی در حق ناتالی کرده که دقیق نمیدونیم چیه و ناتالی در قبالش یه تحقیقی انجام داده و این اطلاعاتو از تدی براش آورد.
برده. باز صفحه سیاه‌سفید میشه و لئونارد به کسی که پشت تلفنو میگه کار اصلی من کارگاه خصوصیه و در مورد چیزهای مختلف میرم و تحقیق میکنم. همکاری اصلی من با شرکت بیمه بود تا کسایی که میخوان الکی از بیمه پول بگیرن و پیدا بکنمشون. صفحه رنگی میشه و لئونارد در حال صحبت با تدی میبینیم قبل از اینکه به اون رستوران ملاقات ناتالی بره. تدی بهش میگه که تو اطلاعاتت غلطه، داره در مورد چیزهای الکی میگردی. لئونارد هم توضیح میده که من مطمئنم دو نفر اون روز اومده بودن تو خونمون و اون بلا رو سر همسرم آوردن و الان فقط دنبال یه نفرشون رفتیم و هنوز نفر دوم داره آزاد میچرخه. تدی سعی میکنه از این کار منصرفش کنه و بگه این شکات اشتباهن، اما خب ما میدونیم که لئونارد به حرفش توجهی نکرده، رفته به دیدن ناتالی و بعدم که اون بلا رو سر تدی آورده. با صفحه سیاه سفید میشه. لئونارد برای کسی که باشه تلفن میگه یکی از کسایی که در مورد پروندهش تحقیق میکردم وقتی که بازرس بیمه بودم اسمش سمی بود. سمی تظاهر میکرد که یه مشکلی داره و همه چیزو فراموش میکنه، مثل الان من فراموشی کوتاه مدت داره و من خب مسئول این بودم که تحقیق کنم ببینم حرفش درسته یا فقط داره تظاهر میکنه تا پول بگیره. منم وقتی به دیدنش رفتم خیلی به حرفا و رفتاراش مشکوک شده بودم. دوباره صفحه رنگی میشه و به قبل از زمانی که لئونارد تدی صحبت میکردن میریم. لئونارد چشماشو باز میکنه و کنار خودش ناتالیو میبینه، انگار تو خونه اونو با هم رابطه داشتن. طبق معمول همه چیزو فراموش کرده، با کمک ناتالی میفهمه کجاست و اونم بهش قول میده که وقت نهار چیزهایی که ازش درخواست کرده، یعنی همون بسته مدارک رو بیاره، البته در قبال کاری که لئونارد در حقش کرده و هنوز نمیدونیم چیه. بعدم از خونه میره بیرون و خب با تدی ملاقات میکنه. دوباره صفحه سیاه‌سفید لئونارد به کسی که پشت تلفن میگه شکایی که به اون مشتریمون یعنی سمی کرده بودم درست بودن و یه سری آزمایش انجام دادیم. باز صفحه رنگی میشه و برمیگردیم به عقب‌تر. لئونارد با عصبانیت وارد خونه ناتالی میشه و عکس یه نفر دستشه، انگار تازگی دعوا کرده و با عصبانیت داد میزنه تو ناتالی و اونم تایید میکنه. میره داخل و عکس یه نفر رو نشون میده و میگه جریان چیه، من امروز بیدار شدم و این مرد رو دیدم که تو خونمون بسته شده و یه کاغذ بود که نوشته بود تو بهم گفتی این کارو انجام بدم. ناتالی هم میگه این مرد بهم یه آسیبی رسونده بود و تو قول دادی که کمکم بکنی و اطلاعاتشو ازم گرفتی. بعدم میاد داخل و زخم‌های لئونارد رو میبنده. بعدم میان داخل شروع به صحبت میکنن. میفهمیم که ناتالی عاشق لئونارد شده و براش توضیح میده که اون مردی که کتکش زده چقدر بهش آسیب رسونده بوده و کار لئونارد درست بوده که اونو زیر کتک گرفته. خلاص که یکم با هم درد و دل میکنن و لئونارد میگه که چقدر دلش برای همسرش تنگ شده و همش جای خالیشو حس میکنه. یه جمله خفنم میگه، چطوری میتونم دردامو فراموش کنم وقتی که نتونم گذر زمان رو احساس بکنمش. خلاصه که ناتالی بهش قول میده با استفاده از آشناهایی که داره در مورد کسی که این بلا رو سر همسر لئونارد آورده تحقیق کنه، که خب بعداً هم با همون بسته مدارک میره پیشش و اطلاعات تدی رو میده. دوباره صفحه سیاه‌سفید میشه و لئونارد به کسی که پشت تلفن میگه تحقیقات که در مورد سمی کردم نتیجه داد. بالاخره دکترها گفتن که هیچ مشکل ذهنی و جسمی نداره و فقط مشکلاش روانیه. برای همینم هم هیچ بیمه‌ای بهش تعلق نگرفت و کلی با همسرش بدهی بالا آوردن، اما در قبالش من یه حقوق خیلی زیادی بهم تعلق گرفت. صفحه باز رنگی میشه و میریم عقب‌تر. لئونارد رو تخت یه موتل دیگه چشماشو باز میکنه و توی کمد صدای میشنوه. میبینه یه مرد بسته شده که همون داده که عکسش هم گرفته بود. یه دفعه کسی در میزنه و میبینیم که تدی اومده اینجا. خب لئونارد به خاطر نمیارتش و تدی توضیح میده که دوستم اومدم کمکت و دوتایی میرن پیش داد. داد وحشت زده است و التماس میکنه که ولش کنن و قول میده که به پلیس حرفی نزنه. خب اونام همین کارو انجام میدن و اونم فرار میکنه. لئونارد هم با آدرسی که از ناتالی پیدا میکنه عکس دادو برمیداره و میره اونجا تا بفهمه که چرا اصلا این مرد رو زندانی کرده و خب بقیه ماجرا. یه لحظه صفحه سیاه‌سفید میشه و برمیگردیم پیش لئونارد و تلفنی که صحبت میکنه. میگه با وجود اتفاقایی که برای سمی و همسرش افتاد و کلی بدهی بالا آوردن، وقتی بهشون خبر دارم که مشکل مرد جسمی نیستش و فقط روانیه، خیلی خوشحال شدن و همون تو آغوش گرفتن، چون مطمئن شدن که میتونن سمی رو درمان کننش و اصلا از بدهیایی که قرار بالا بیارن نگران نبودن. صفحه رنگی میشه و میریم عقب‌تر. لئونارد اومده توی حموم و داره زخم‌های خودش رو میشوره که یه دفعه کسی درو میشکنه و میاد تو. همون داده. لئونارد موفق میشه اونو زمین بزنه و بیهوشش کنه و بعد از کیفی که همراه داد بوده یه اسلحه و کلی چسب در میاره. میفهمه که این مرد مجبوره سراغش تا جونشو بگیره و خب دست و پاشو میبنده و یه عکس میگیره ازش. بعدم کاغذ تو جیبش میبینه که اگه مشکلی بود به این شماره زنگ بزن که شماره تدیه و خب با تدی هماهنگ میکنه که بیاد کمکش. یه لحظه دیگه هم از صفحه سیاه‌سفیدو میبینیم که کسی که پشت تلفن به لئونارد میگه یه کاری برام پیش اومده و بعدم بهت زنگ میزنم و تلفن رو قطع میکنه. دوباره صفحه رنگی میشه.
لئونارد رو میبینه که با وحشت داره تو خیابون میدوه و خب نمیدونه که از چی داره فرار میکنه. یه طرف دیگه‌اش داد رو میبینه که داره با سرعت میاد طرفش و خب سوار ماشینش میشه و از اون فاصله میگیره. تو ماشین هم کاغذی عجیبش در میاره که نوشته داد یک مرد سفیدپوست و آدرس محل زندگی اون توی موتل نوشته شده که خب لئونارد خودش رو سری به اونجا میرسونه و میره داخل و سری میره تا دوش بگیره که خب بعدم دیدیم داد میاد و چی میشه. دوباره میریم به عقب‌تر. لئونارد جای وایستاده و داره یه سری لوازم رو تو آتیش میریزه. بعدم سوار ماشینش میشه و داره میره که یه رفعه یه ماشین پشت تونتون بهش چراغ میده. لئونارد میزنه بغل و میبینیم که داد از ماشین پیاده میشه و میاد بغلش. بهش میگه که از ماشینت خوشم میاد و یه رفعه اسلحه‌شو میکشه و سمتش شلیک میکنه. لئونارد هم پیاده میشه و شروع میکنه به دویدن که خب بعدم دیدیم چی شد. دوباره صفحه سیاه‌سفید میشه. لئونارد در حالی که منتظر تماس اون طرفه یه کاغذ پیدا میکنه که یه اطلاعات دیگه در مورد کسی که دنبالشه به دست آورده. رو کاغذ نوشته که اینو تتو کن، اون طرف اومد به خونتون اون کارو انجام داد چون دنبال مواد میگشته. تلفن زنگ میخوره و خب لئونارد طبق معمول همه چی رو یادش رفته و طرف توضیح میده که داشتن در مورد چی حرف میزدن. لئونارد هم در مورد کاغذی که تازه پیدا کرده صحبت میکنه و به طرف میگه به نظرم این کاغذ خیلی عجیبه چون اون طرفی که با همسرم اون کارو انجام داد وقتی که فرار کرد تو ماشینش پر مواد مخدر بود، پس غیر ممکنه که به خاطر یه مواد کوچیک حاضر باشه دزدی کنه و دست به اینجور کارا بزنه. کسی که پشت خط میگه خب اون طرف به خاطر پیدا کردن مواد نیومده داخل، خودش قطعاً ساقی بوده. صفحه دوباره رنگی میشه و قبل از وقتی که داد دنبال لئونارد بیفته رو میبینیم. لئونارد توی خونه است و به یه دختر تنفروش زنگ زده که بیاد اینجا. بهش پول میده و باهاش رابطه ای نمیخواد برقرار کنه. بهش میگه فقط دراز بکش تا من خوابم ببره. وقتی مطمئن شدی خوابیدم، برو دستشویی و درو محکم ببند تا من از خواب بیدار شم. لئونارد میخواد صحنه و اتفاقایی که برای همسرش افتاده رو یه بار اینطوری برای خودش بازسازی کنه تا شاید چیز جدیدی رو به یاد بیاره. چون دقیقاً همینطوری از خواب پریده بود و همسرش رو در اون حال دیده بود. دوباره صفحه سیاه‌سفید میشه و حرفای لئونارد در مورد همون مشتری که بهش شک کرده بود، یعنی سمی رو میشنویم. میگه بعد از اینکه ثابت کردم مشکل سمی جسمی نیستش و بیمه بهشون تعلق نگرفت، یه روز همسرش به دیدنم اومد. گفت که از وقتی فهمیدم مشکل همسرم روانیه، کلی امتحان انجام دادم تا بفهمم که دروغ میگه و تظاهر میکنه یا واقعاً این مشکل رو داره. مثلا یه روز کامل به سمی غذا نداده بود و هر بار که سوال میکرد و میگفت گشنشه، زنه بهش میگفته که نه تازه غذا خوردی. لئونارد میگه که اون زن فقط میخواست بفهمه که باید به همسرش اعتماد بکنه یا نه، باید قبول کنه که مشکل روانی داره یا دنبال این باشه که دروغا شروع کنه. صفحه رنگی میشه و قبل از اینکه لئونارد به اون اتاق بره و با اون تنفروش صحبت بکنه رو میبینیم. تو ماشینی پیش تدی نشسته و تدی داره بهش میگه انقدر دوروبر ناتالی نپلک، اون خیلی خطرناکه. با دوست پسرش تو کار موادن و اصلا ساقیان و پیشنهاد میدم سریعتر قبل از اینکه دیر بشه از شهر فرار کنی. اما خب لئونارد این کارو نمیخواد انجام بده و میگه خودم حواسم به خودم هستش. با رفتن تدی هم عکس ناتالیو عجیبش در میاره و خب طبق معمول پشت اون مینویسه به این دختره اعتماد نکن. خب به حرف تدی میخواد گوش کنه. یه رفعه این نگاهش به عکس تدی میفته که پشت اونم نوشته دروغهای تدی رو باور نکن. خب شکش به تدی بیشتر میشه و متنی که برای ناتالی نوشته رو خط میزنه. صفحه با سیاه‌سفید میشه. لئونارد وسط صحبت کردنش نگاهش به دستش میفته که یه تتوی جالب روش داره. نوشته که هیچ وقت جواب تلفن رو نده. سری میپرسه تو کی که دارم باهات صحبت میکنم و طرفم بدون حرفی قطع میکنه. لئونارد ترسیده و به مسئول موتل زنگ میزنه و میگه از الان هیچ وقت تماسی رو به اتاق من وصل نکن، که خب اونم قبول میکنه. صفحه رنگی میشه و میریم به قبل تر از صحبت لئونارد و تدی توی ماشین. لئونارد چشماشو باز میکنه و توی خونه است که نمیدونه کجاست. پشت در خونه میبینیم که ناتالی پیاده میشه و خب لئونارد نمیشناسهش و خیلی ترسیده. ناتالی میاد تو و به شدت کتک خورده و ناراحته. لئونارد میره طرفش و نگران و ناتالی میگه همون کار که بهم گفتی و انجام دادم. رفتم پیش دوست پسرم داد و بهش گفتم که موادایی که گفته بودی بیارم و تدی ازم گرفته. تا فردا بهت میرسونمشون تا به مشتریت یعنی جیمی برسونیش. اونم عصبی شده شروع کرد به کتک زدن من و به زور ازش فرار کردم. لئونارد هم که عصبی شده آدرس دادو ازش میگیره و خب میره که انتقام ناتالیو بگیره. میریم عقب‌تر. لئونارد چشماشو تو همین خونه باز میکنه و نمیدونه که چی شده و ناتالی با عصبانیت میاد تو. ناتالی هول کرده و هی داد میزنه داد الان منو میکشه، جیمی کجاست بهم بگو. و لئونارد میگه من اصلا نمیدونم جریان چیه، من یه مشکل روانی دارم، که گرفه ناتالی رد میده. میگه تو یه هفته است داری با من زندگی میکنی، همه مشکلاتو میدونم و فقط بذار سری برات توضیح بدم. میگه داد دوست پسر من بود و تو کار مواد بودی، یکی هم به اسم جیمی بود که جنسامونو میآورد و یه روز با راهنمایی تو فرستادیمش پیش
نفر به نام تدی تا ازش چیزی بگیره، ولی از اون موقع جیمی ناپدید شده و همه هم به من مشکوکن و داد گفته اگه تا فردا جیمی رو پیدا نکنم یا پولایی که با خودش برده رو بهش پس دادم جونمو میگیره. لئونارد میگه خب من باید چیکار کنم؟ به من چه؟ اون ناتالی میگه برو به خاطر من جون دادو بگیر، اینطوری میتونی نجاتم بدی، هر چقدرم پول بخوای بهت میدم. لئونارد میگه من اصلا آدم کش نیستم، واسه پولیش وقت این کارا رو نمیکنم. که یه رفه ناتالی رد میده، میگه تو روانی همه چی رو یادت میره، من میتونم هر فوشی میخوام به خودت و همسرت بدم و بعد برم و بعد یه ساعت بیام و تو مثل یه دوست صمیمی باهام رفتار کنی، چون همه چی رو فراموش میکنی. کلی فوش دیگه هم میده و در حالی که از خونه داره خارج میشه میگه یه مدت دیگه برمیگردم، اون موقع هر کاری بخوام برام انجام میدی و میری سراغ داد و نجاتم میدی. که خب حالا میفهمیم وقتی اومد تو خونه و کتک خورده بود همش تظاهر بوده و میخواسته لئونارد رو اینطوری گول بزنه. صفحه با سیاه‌سفید میشه، صاحب موتل میاد دم اتاق لئونارد رو در میزنه و بهش میگه که گفتی هیچ تلفنی رو وصل نکنم، ولی یه نفر زنگ زده و میگه پلیس و کارش خیلی واجبه. صفحه رنگ میشه. لئونارد برای اولین بار به خونه ناتالی میاد و میخواد باهاش صحبت کنه. سری کلی کاغذ و پرونده رو میز میذاره و بهش میگه من اومدم تو این شهر تا دنبال قاتل همسرم بگردم. یه شب با صدای جیغ و داد همسرم بیدار شدم و رفتم توی دستشویی و دیدم که یه نفر افتاده روش و انگاری تازه باهاش رابطه برقرار کرده و داره جونش رو میگیره. با اصلاً بهش شلیک کردم اما کار همسر خودم هم تموم شده بود و یه نفر از پشت بهم ضربه زد و منو انداخت زمین و بیهوش شدم. ضربه‌ای که باعث شد فراموشی برام اتفاق بیفته. اون شبم پلیسا باور نمی‌کردن که دو نفر تو خونه ما بودن. فکر می‌کردن با همون یه نفر جریان تموم شده. مجبور شدم تنهایی دنبال اون آدم دوم بگردم. ناتالی با دقت این حرفا رو گوش میده و انگار یه دفعه فکری به سرش میزنه. در اصل اصلا اتفاقی بین خودش و دوست پسرش داد نیافتاده. اون فقط با استفاده از خاطراتی که لئونارد براش تعریف کرده اونو گولش میزنه تا جون داد رو بگیره یا از شهر فراریش بده. دوباره صفحه سیاه‌سفید میشه و لئونارد بالاخره قبول میکنه که تماس تلفن رو جواب بده. همون کسی که باهاش حرف میزد پشت خطه و در مورد سمی سوال میکنه و میخواد که داستانش رو تموم کنه. لئونارد میگه هیچکس حرفای سمی رو باور نمیکرد و همه فکر میکردیم که داره تظاهر میکنه، حتی همسرش. اون آزمایشایی که انجام میداد و خیلی پیش برد. همسر سمی مشکل داشت و هر روز باید انسولین تزریق میکرد و این کار رو سمی براش انجام میداد. یه بار برای اینکه تستش کنه به سمی گفت زمان تزریق انسولینه و خب اونم این کار رو براش انجام داد. همسر سمی ساعت رو آورد عقب چون مطمئن بود که اگه همسرش دروغ گفته باشه بالاخره یه جایی وامیده. دوباره گفت زمان تزریقه و انقدر این کارو انجام داد به امید اینکه بالاخره سمی از دروغاش دست بکشه که یه لفه اووردوز کرد و از بین رفت. و خب تازه ما فهمیدیم که سمی واقعا مشکل فراموشی داره و ما الکی بهش شک میکردیم، اما دیگه دیر بود. صفحه رنگی میشه و لئونارد رو میبینیم که یه بار میاد، جایی که ناتالی کار میکنه و این اولین ملاقاتشونه. پشت میز میشینه و ناتالی ازش میپرسه که چه بلایی سر جیمی اومد. خب لئونارد اصلا هیچی خبر نداره و میگه من فقط یه کاغذ پیدا کردم که نوشته بود بیام اینجا و دنبال ناتالی بگردم. ناتالی هم یکم سوال جواب میکنه و مطمئن میشه که این مرد فراموشی داره و انگاری از اینجا نقشه میریزه که چطوری ازش سوء استفاده بکنه و بفرستهش دنبال داد. دوباره میریم عقب‌تر. لئونارد توی مغازه است و داره تتوی رو بدنش میزنه که یه رفیق تدی با نگرانی وارد میشه. به لئونارد میگه باید سریع فرار کنی. پلیسا فهمیدن که چه بلایی سر جیمی اومده و الان دنبالتن. لئونارد اصلا نمیدونه جریان چیه. حتی تدی هم به زور میشناسه. تدی بهش میگه که لباساتو بپوش و فقط از شهر برو. بعد اینکه از اتاق خارج میشه، لئونارد دست روی جیبش میکنه، عکس تدی رو درمیاره و میبینه که پشتش نوشته دروغهای اون رو باور نکن. و خب طبق معمول بهش گوش نمیده. بعدم سوار ماشینی میشه که جلوی در و سویچشو داره و یه کاغذ پیدا میکنه که نوشته برو به این بار و ناتالیو ببین. اونم سریع به آدرس مورد نظر میره و دم در که میخواد پارک کنه یه دفعه این ناتالی میزنه به شیشه و میگه عشقم جیمی چطوری؟ تازه با دیدن لئونارد شوکه میشه و میگه ببخشید اشتباه گرفتم. یه نکته مهم اینه که باید بهش توجه کنید. این یعنی ناتالی با مردی به اسم جیمی توی رابطه بوده و خب این ماشین هم برای جیمی و نمیدونیم لئونارد چجوری سوارش شده. دوباره صفحه سیاه‌سفید میشه و یه چیز مهمتر هم میفهمیم. کسی که لئونارد تا الان باش حرف میزده خودشو تدی معرفی میکنه. یعنی مردی که عینکی بوده تا الان میدیدیمش همون مامور پلیسیه که با لئونارد داره صحبت میکنه. یعنی جریان این مکالمات تلفنی تمامش قبل از اتفاقایی هست که به صورت رنگی تا الان میدیدیم. لئونارد بهش میگه که کسی که دنبالشم و میدونم اون بلا رو سر همسرم آورده اسمش جیمیه و میدونم تو همین شهره. بهترین راهی که بتونیم گیرش بندازیم هم مواده، چون اون با دوست دخترش ناتالی تو یه دونه بار کار میکنن و اونجا یواشکی مواد میفروشن. اینجا چند تا نکته روشن میشه.
اولیش این که ناتالی و دوست پسرش جیمی توی کار مواد بودن و برای یکی به اسم داد کار میکردن که بعد از اینکه ناتالی میفهمه دوست پسرش گیر افتاده و الان یه مأمور پلیس تو ماشینشه، خب همه چی رو میفهمه. برای همین هم سعی میکنه از این فراموشی لئونارد استفاده کنه و گولش بزنه که رئیس اصلیشون یعنی دادم از بین ببرتش، که خب موفقم میشه. تو همون صفحه سیاسفید بعد از صحبتی که با هم میکنن، تدی میگه که من الان میام اونجا و بیاد دم در. لئونارد هم سریع حاضر میشه و میره پایین و دوتایی حرکت میکنن. تدی میگه که من با جیمی، یعنی کسی که این همه مدت دنبالش بودی و اون بلا سر همسرت آورده، یه قرار گذاشتم و الان داره میره سراغش تا انتقام تو بگیریم. به مقصد میرسن و تدی به لئونارد میگه برو تو و هر کاری میخوای بکن، انتقام تو بگیر. لئونارد با عصبانیت میره داخل و بالاخره با جیمی روبرو میشه. اسلحه رو میکشه و شروع میکنه به کتک زدنش و میگه منو میشناسی؟ منو یادت میاد؟ و جیمی میگه که آره تو همونی هستی که فراموشی داره، تو همون یارویی دیگه. و لئونارد هم فریاد میزنه من همونی هم که هر بلایی میخواستی با همسرش آوردی، زندگیشو گرفتی. و همینطوری که فریاد میزنه مجبورش میکنه لباساشو در بیاره. حالا میفته به جونش و با دستای خودش جیمی رو به بدترین شکل ممکن خفه میکندش. بعدن دوربینشو در میاره رو از جنازش یه عکس میگیره و اینجاست که صفحه سیاسفید کم کم رنگی میشه، یعنی زمان گذشته و حال با هم دیگه قاطی میشن. لئونارد جنازه جیمی رو با خودش میکشونه و به زیر زمین میبره و قبل از اینکه بنزتش پایین، جیمی با نفس آخرش یه کلمه میگه، سمی، اسم همون کسی که مشتری یکی از شرکت‌های بیمه‌ای بود که لئونارد توش کار میکرد. و خب این براش خیلی عجیبه چون هیچ وقت با جیمی صحبت نکرده تا در موردش چیزی بگه. همین باعث میشه که یه شک خیلی زیادی به تدی بکنه و با آرومی میاد بیرون. این بار لئونارد تظاهر میکنه همه چی رو فراموش کرده و به تدی میگه لطفاً بیا پایین، نمیدونم چی شده، من یه مشکل فراموشی دارم. تدی هم اشاره ای نمیکنه که از قبل لئونارد رو میشناسه و بهش میگه من مأمور پلیسم، بگو چی شده. و سری میره سمت زیر زمین و تظاهر میکنه که اولین بار جیمی رو دیده. در حال چک کردن بدن جیمی به لئونارد میگه باهاش چیکار کردی، تو مقصر اصلی و نباید بلایی سرش میآوردی. و همینطوری هی دروغ بهش میگه و خب لئونارد هم یه رفعه اسلحه‌اش رو میکشه. سرش داد میزنه چرا این کارو با هم کردی، تو کیو، اصلا جریان چیه؟ تدی که اسلحه سمتش و وحشت زده است یهو شروع به اعتراف همه چیز میکنه. میگه همسر تو بعد از اون حمله که به خونتون شد و به زور باهاش رابطه برقرار کردن زنده مون، جونشو از دست داد. لئونارد میگه این مردی که الان جونشو گرفتم اسم سمی آورد، اون از کجا میشناخت؟ و تدی میگه که تو به همه در مورد سمی میگی، داستانشو تعریف کنی تا شرایط ذهنی تو براشون توضیح بدی، اما سمی اصلا زن نداشتش. اون کسی که تو خاطرات تعریف میکنی که به خاطر تزریق انسولین مرد، همسر خودت بود. بعد اون حمله تو فراموشی گرفته بودی و خب همسرت باور نمیکرد، برای همینم اون تستو انجام داد و خب تو جونشو با همون تزریق انسولین گرفتی. منم مسئول رسیدگی به این پرونده بودم و بعد از اینکه باهات صحبت کردم مطمئن شدم که مقصر اصلی همونایی هستن که به خونتون حمله کردن و باعث فراموشی تو شدن. برای همین بهت کمک کردم و یک سال پیش اون روانی اصلی رو پیدا کردیم که اسمش هم جیمی بود. من مطمئن بودم که اگه جون اونو بگیری بالاخره خاطراتت برمیگرده و خوب میشی، اما دوباره همه چیزو فراموش کردی و فقط دنبال انتقام بودی. برای همینم تصمیم گرفتم به هم کمک کنیم. من به عنوان پلیس یه کسایی رو داشتم که نمیتونستم بگیرمشون چون مدارکم کافی نبود و به عنوان کسی که تو دنبالشی بهت معرفی میکردم. تو هم همه تلاشتو میکردی که بری دنبالشون و جون اونا رو بگیری تا به همون آرامشت برسی و اینطوری هر دومون برای یه مدت آروم میشدیم. لئونارد خیلی به هم ریخته و داد میزنه ازم سوء استفاده کردی، اما تدی میگه خب که چی، تو همه چیو یادت میره، یه ساعت دیگه اصلا یادت رفته همچین اتفاقی افتاده و دوباره همه چیز برمیگره سر خونه اول. لئونارد داغون شده، انگار دنیا رو سرش خراب شده. الان هم میدونه خودش جون همسرشو گرفته و هم هیچ وقت نمیتونه به آرامش برسه. با عصبانیت میاد بیرون و تدی هر چی میگه وایسا گوش نمیده. سوار ماشین میشه و عکس تدیو برمیداره و روش مینویسه که دروغهای اونو باور نکن و از اونجا دور میشه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. توضیح کلی که بخوام فیلمو درک کنیم اینه که در اصل لئونارد همسرشو از دست نداده بود. به خاطر اون حمله فقط خودش فراموشی گرفت و بعد با انسولین جون همسرشو به دست خودش گرفتش. تدی هم به عنوان مسئول پرونده میاد، با لئونارد رفیق میشه و با هم دیگه میرن و اون روانی اصلی که این کارو با همسرش کرده بود پیدا میکنن. یه کسی که خیلی عادی برای تفریح خودش اومده بود به خونشون حمله کرده بود و خب با همسرت لئونارد هم رابطه داشته. از اونجایی هم که لئونارد با آرامش نمیرسه، تصمیم میگیره جنایتکارهای مختلفو دوباره بهش معرفی کنه تا بره دنبالشون و اینطوری هر دوشون یه سودی ببرن.
بالاخره لئونارد این قضیه رو میفهمه، یعنی همین آخر فیلم بعد حمله به جیمی. این بار رو عکس تدی مینویسه که دروغاشو باور نکن و خب از این به بعد هیچ وقت حرفشو باور نمیکنه. خیلی سریع هم به یه تتو شاپ میره تا شماره پلاک تدی رو هک کنه و همیشه یادش بمونه. خب این کارم انجام میده. همون لحظه تدی میاد میگه که باید سریع فرار کنی چون پلیسا دنبالتن، اما لئونارد متوجه متنی که رو عکس تدی شده میشه و خب این بار بهش اعتماد نمیکنه. به خاطر اینکه لباس جینی همین مقتول آخرم هم تنشه، از تو جیبش اتفاقی یه کاغذ پیدا میکنه که مربوط به همون جاییه که ناتالی مشغول به کاره. ناتالی هم که میبینتش متوجه میشه دوست پسر جیمی گیر افتاده که این مرد پلیس الان تو ماشینشه، سعی میکنه ازش سوء استفاده کنه، بلکه رئیس اصلیشون یعنی دادم از بین ببره که خب موفق میشه از شهر فراریش بده. ناتالی تو این قضیه از لئونارد سوء استفاده میکنه، اما خب به هر حال کم کم عاشقش میشه. برای همین هم است که قول میده کمکش کنه و با استفاده از اطلاعاتی که این مرد تنش هک کرده موفق میشه اسم و فامیل و شماره پلاک و همه چیز اصلی تدیو به دست بیاره که خب همه‌رو هم برای لئونارد میفرسته. لئونارد چیزایی که به دست میاره رو با پرونده کسی که به همسرش حمله کرده بود مقایسه میکنه و از اونجایی که اسم و فامیل تدی با کسی که حمله کرده بود مشابهه، خب مظنون اصلیش میشه همین دوستش تدی. از اونجایی که شماره پلاک تدی هم بعد از این اتفاقی که آخر فیلم افتاد رو تنش هک کرده بود، اونم مقایسه میکنه و حالا به خیال خودش تدی کسیه که همه این کارها رو انجام داده. برای همینم هم یه نقشه میریزه و با در رفاقت میره به همون جایی که یه خونه خراب است و میرسیم به اول فیلم، جایی که تدی هر چی التماس میکنه لئونارد گوش نمیده و در نهایت با شلیک گلوله انتقام خودش رو میگیره. البته انتقام که نمیشه گفت، اینطوری فقط انگاری خودش رو رها میکنه تا دیگه کسی ازش سوء استفاده نکرده باشه، اما همچنان یادمیه که فراموشی داره و قطعا دوباره یادش میره که انتقام همسرشو گرفته. این فیلم طوریه که بار اول خیلی متوجه نمیشن، خود من به شخصه دو یا سه بار یادم دیدمش و الان سعی کردم تا حد امکان ساده توضیح بدم که جای شبهه برای کسی باقی نمونه. توی فیلم ما لئونارد دیدیم که خب همون فراموشیه رو داشتش و شخصی به اسم تدی رو دیدیم که اسم مستعارش بود، در اصل مأمور پلیس بود که داشت از این مشکل لئونارد سوء استفاده میکرد. اینکه حالا کار تدی درسته یا نه بر عهده بیننده میمونه، که خب به نظر من 90% همه میگن کارش اشتباه بود، داشت سوء استفاده میکرده و خودم همین اتفاق نظر دارم. اما خب به شکلی هم میشه گفتش که تدی داشت انگاری به لئونارد کمک میکرد. اون فهمیده بود که این مرد دنبال انتقامه، نیاز داره به این که یه نفر رو برای همچین جرمی از بین ببره تا بتونه به آرامش درونیش برسه و درسته که داشت اهداف خودش رو دنبال میکرد، ولی تو این راه یه آرامشی هم هر از گاهی برای لئونارد میآورد و نمیتونیم اینو انکارش بکنیم. ممنتو واقعا یکی از بهترین فیلم های سینماه و اگر دقت کرده باشید یه فیلم قبلا گذاشته بودم به اسم ایرورسیبل یا برگشت ناپذیر که دقیقا سیر داستانش مثل همین ممنتو پیش میرفت و اونم اگه دوست داشتید میتونید از این بالا که لینکشو میذارم تماشا کنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه، پیشنهاداتتون رو بنویسید. همونطوری که چند روز پیشم گفتم من یه سری فیلم برای عید آماده کردم و دارم دونه دونه همه رو آپلود میکنمشون چون خودم نیستم تو این تعطیلات عید و نمیدونم حالا این چندم آپلود میشه. اگه اولا بود امیدوارم سال خوبی رو بازم داشته باشید. دیگه مراقب خودتون باشید و یارتون نره توی دور همیاتون کانال گلاسیا رو به دو نفر معرفی کنید تا یکم کمک شما باعث شه فعالیت منم بالاتر بره. لایک کامنت سابسکرایب یارتون نره. دوستتون دارم، روزتونم گلاسی.